أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد مات صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأراضين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم و همه برادران و خواهران عزیز و نمازگزار را توصیه میکنم به حفظ تقوای الهی، تقوایی که اگر داشته باشیم ما را از همه خطرات محافظت میکند و از همه درها عبور میدهد و به مقصد و منزل سعادت و سلامت میرساند. امید است لحظه لحظه به این وصیت و به این سفارش توجه کامل داشته باشیم. این هفته در خطبه اول بحث حرص و طمع را از منظر قرآن مطرح خواهیم کرد و عوامل این رذیله اخلاقی و پیامدهای آن را بررسی خواهیم کرد. در خطبه دوم به سه موضوع و قضیه خواهیم پرداخت. یکی مربوط میشه به مسئله روز خالی و بدون دخانیات، مسئله دوم در آستانه یک مناسبت تاریخی و دینی هستیم، 25 ماه ذی القعده ده ذوالعرض. انشاءالله نکات را پیرامون این موضوع هم به عرض دوستان خواهم رسان. مسئله سوم موضوعات داخلی و روزی است که باید در نماز جمعه با اونها بپردازیم. اما مسئله اول و خطبه اول، ما انسان‌ها موجودات دوبعدی هستیم، مرکب از عقل و شهوتیم. هر دو نیروی عقل و شهوت از اوصاف و از غرایز در درون انسان‌ها بهره می‌گیرد. اونانی که به فرمان عقل حرکت می‌کنند نیروهای عقل را تکریم و در واقع احترام میکنن به سعادت میرسن،
قطعا عده‌ای هستن به سمت شهوت در حرکتن. این درگیری و این تقابل بین عقل و شهوت در وجود ما انسان‌ها نوسانات را به وجود آورده است. اگر کسی عقلش بر شهوتش غلبه کند، مسیر صحیح را می پیماید که انبیای الهی و صلحا این گونه هستند. و بالعکس اگر کسی مسیر شهوت را به پیماید، قطعا گرفتاری هایی را در زندگی خواهد داشت. یکی از صفات رذیله که شهوت در زندگی ما او را برجسته می کند مسئله حرص است، مسئله طمع و آزمندی است. البته می شود از همین حرص و طمع هم به شکل درست و در مسیر سعادت استفاده کرد. بعضی ها حرص به خدمت دارن، حرص به عبادت دارن، حرص به آخرت دارن، اما نوعاً این صفت انسانها را در مسیر شقاوت و بدبختی قرار می دهد. انشاءالله در خطبه دوم بحث کوتاه و در حد نماز جمعه در این موضوع تقدیم می کنیم و از همه شما نمازگزاران مهمانان حضرت حق التماس دعا داریم. کلمه هرس که در عربی با همین عبارت معرفی شده است، مصدر است به معنای خواستن، به معنای میل و علاقه زیاد داشتن به چیزی اطلاق می شود. در فارسی در مقابل هرس کلمه آز است، زیاد جویی، زیاد مطالبه کردن به کار رفته. واژه هرس، عبارت هرس در روایات معمولا بار منفی داره، میگه فلانی اهل هرس است، اما در قرآن بیشتر به همون معنای لغوی است، یعنی به معنای خواستن، به معنای زیاد علاقه داشتن. تفاوت است بین هرس و طمع. عزیزانی که اهل دقتن، خیلی در روایات از این دو عبارت استفاده شده و اینها به کار رفته. هرس و طمع به هم نزدیکن اما از هم فرق دارن. هرس به معنای علاقه شدید است، طمع به معنای چشم داشتن و امید داشتن می باشد. در سوره مبارکه شعرا خداوند این آیه را مطرح کرده: والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. او کسی است که امید دارم گناهانم را در روز جزا ببخشد. چشم داشتن طمع است، اما حرص علاقه شدید است. علی کل حال میخواهیم کوتاهی بحث بررسی بکنیم که حرص از نظر قرآن چی جایگاهی داره. یکی از ویژگی های ما انسان ها این است که خلقت ما طوری است که حریص هستیم، بی صبر هستیم، مخلوق به شدت گرفتار زیاده خواهی و زیاده طلبی هستیم. ان الانسان خلق هلوعا. انسان یک موجود است که خیلی حریص است، خیلی بی صبر است. منتها گاهی این صفت برای انسان هاست، گاهی هم خداوند در قرآن قوم یهود را مردم حریص معرفی می کند. ولتجیدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. یهودی ها را می بینین که از همه بیشتر زندگی را دوست دارند.
خب زندگی سهم همه است، اما بعضیا خیلی به زندگی حرص دارن. والذین و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه، بعضی از مشرکان دوست دارن 1000 سال زنده باشن. خب این حرص به زندگی عوامل و در واقع زمینه‌ای برای مشکلات فراهم میکنه. در آیات قرآن داریم خدا به پیغمبر میفرماید به زندگی پر زرق و برق دیگران چشم ندوز، هر امکاناتی که دیگر را دادن به اونها دل نبند، فقط به خدا باید دل بست. پس همه انسان ها به شکلی گرفتار حرصند و باید مدیریت کنند. یهودی ها مشرکین بیشتر دنبال حرصند. حالا چه عواملی ما انسان ها را به سمت حرص میکشانه و نتیجه حرص چی میشه؟ عوامل که میتواند حرص را در وجود ما انسان ها زیاد کنه و در واقع بزرگ کنه و پرورش بدهد، گاهی درونی است، گاهی هم بیرونی است، گاهی از داخل است، از خودمان است، گاهی هم در ارتباط با دیگر را قرار گرفتیم گرفتار حرص می شویم. یکی از چیزهایی که انسان ها را حریص می کنه روحیه بقا، می خواهیم همیشه بمانیم، روحیه جاودانگی. تاریخ که بخوانیم خیلی از شاهان دنبال این بودن که از چی استفاده کنن، از چی غذایی، از چی امکاناتی، از چی دارویی که نمیرن، عمرشان دراز و طولانی بشه یا برای همیشه زنده بمانن. این یکی از عوامل حرص است. حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام از همین ناحیه و از همین در واقع رخنه دوچار آسیب شد. شیطان آمد وسوسه کرد، گفت اگر میخوای با حوا برای همیشه در بهشت بمانی بیا این کار انجام بده. پس یکی از چیزایی که ما را به حرص وامیدارد عشق به جاودانگی است، عشق به پا بقاست، در حالی که ما نمیتونیم جاودانه باشیم، امکان نداره، خواب و خیال بیشتر نیست. به همین خاطر است که خدا یهودی ها را مذمت میکنه، میفرماید بعضی اینها علاقه دارن خیلی عمر طولانی داشته باشن. پس حب به بقا و جاودانگی انسان را به سمت حرص میکشاند. دوم، ظلم و ستمگری. انسانی که به دیگران ظلم میکنه، به این دیگران ستم وامی دارد، حق دیگران را پامال میکند، راضی نیست چون میدانه چه کار کرده، از این دنیا بره. خیلی آیه داریم، خیلی روایت داریم که انسان در واقع آگاه میکنه و هشدار میدهد که ظلم نکن. ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، مواظب باش به کسی که غیر از خدا حامی ندارد، ظلم نکن. با کفر زندگی ادامه پیدا میکنه اما با ظلم ادامه پیدا نمیکنه. اگر کسی ظلم کرد گرفتار حرص میشود. چرا؟ چون میداند نتیجه ظلمش را باید بچشد. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وتكون ونكون من المؤمنين. وقتی فردا در محکمه الهی قرار میگیره آرزو میکنه که برگرده. لذا شما ببینید افرادی که به حق دیگران ظلم میکنن، اینها بیشتر دنبال حرصن، دنبال آز و طمع هستن. سومین چیزی که انسان را گرفتار حرص می کند ناامیدی از آخرت است. چقدر
آرامش داره انسانهایی که به آخرت دل بستن، آسایش و آرامش کامل را در عالم دیگر میبینن. از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است. همه سختی ها را در اینجا تحمل میکنن، همه شدائد را تحمل میکنن، برای اینکه میدانن دنیا محل آسایش نیست، همه امکاناتش موقت است. کسانی که از آخرت ناامیدن، اینها همه هم و غم و تلاششان در دنیاست، گرفتار حرص میشوند. آیات در این موضوع داریم: قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر واقعا آخرت مال شما است، که ادعی معتقدند ما در آخرت از همه برتریم، یهودی ها این گونه هستند، چرا آرزوی مرگ نمی کنید؟ پس یکی از چیزهایی که ما را گرفتار حرص میکنه مسئله ناامیدی از آخرت است. این سه چیزی را که عرض کردم، اینها عامل درونی است. حالا کسی به آخرت امید داره، کسی ظلم کرده، اینها به خودش مربوط میشود. اما عوامل بیرونی هم داره. بعضی وقتا رابطه های ما، رفاقت های ما، رفت آمدهای ما، ما را وادار میکنه به حرص، کما این که بالعکس بعضی وقتا ما را از این بلا دور میکنه. عامل بیرونی، اولین عامل شیطان است. مکرر عزیزان خودشان اهل دقتن و عرض کردن 63 آیه در قرآن شیطان معرفی میکنه. یکی از عوامل بیرونی که ما را به حرص وامی دارد همین شیطان رانده شده و ملعون است. یا بنی آدم الا تعبد الشیطان، فرزندان آدم شیطان را پرستش نکنید. انه لکم عدو مبین. ابو البشر جد ما حضرت آدم و جده ما حضرت حوا علی نبینا و علیهم السلام گرفتار کردن. پس شیطان یکی از عوامل بیرونی است برای که ما را به حرص وادارد. دومین عاملی که ما را گرفتار حرص میکنه طمع به مال دنیاست. البته مال دنیا خوبه، خیر است اگر درست استفاده کنیم، اما اگر اسیر شویم، حب مال و عشق به مال و دنیا یکی از عوامل حرص است. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. کسی که مال جمع میکنه، حساب میکنه، یحسب ان ماله اخلده، فکر میکنه این مال و ثروت برای همیشه است، در حالی که اینطوری نیست. خوشا به حال کسی که از مال و ثروت و موقعیتش استفاده میکنه. پس مال میتواند عامل حرص باشد. در سخنان امیر المومنین و ائمه معصومین علیهم السلام در مذمت یهود عبارات داریم، قرآن هم اینها را تایید میکنه، که اینها مردمان حرام خورند، مردمان طماع هستند. گاهی قرآن از صیغه های مبالغه استفاده میکنه، سماعون للکذب. یهودی ها خیلی از اهل دروغ حرف میشنوند، اکالون للسود، خیلی حرام میخورند. امام باقر علیه السلام انسان را که طمع به مال دنیا داره به کرم پله تشبیه کرده. میدانیم این کرم هرچه اون تارها و اون پله ها را دور خودش بیشتر میتنه، راهی خلاص شدنش سختتر میشود. مثل الحریص علی الدنیا
مثال و حالت انسانی که حریص بر دنیا است، مثل و دودت القز، مثل اون کرم پله است، کلم از دادت من القز علا نفسها ها لفن کان ابعد لها من الخروج. هرچی بیشتر دور خودش میتنه، نخه بیشتر تولید میکنه، راه خارج شدنش بیشتر سخت میشود. پس دل دادن به مال دنیا یکی از عوامل حرص است. امیر المؤمنین فرمودن حب مال سبب فتنه است. حب مال اعمال انسان را فاسد میکند و آرزوها را قوی میسازد. دومین یا سومین عامل بیرونی عشق به مقام است، به موقعیت است. واقعا سخت است انسان‌هایی که به موقعیت ها میرسند، اگر به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک وسیله آزمایش به موقعیت نگاه نکنند آسیب میبینند. در روایت از حضرت علی علیه السلام داریم قدرت خواهی، قدرت طلبی رأس همه خطاها و اشتباهاست. کسانی که دنبال قدرتن اینها گرفتار طمع میشوند. به خاطر همین است که تذکر داده شده آفت العلماء حب الریاسه. اگر عالم دنبال ریاست بود گرفتار طمع می شود، گرفتار فتنه می شود. در بعضی از عبارت ها داریم کسی که دنبال ریاست از حلاک می شود، نابود می شود. به همین دلیل است که اگر کسی شایستگی ندارد دنبال ریاست می رود، دنبال پست می رود، دنبال مقام می رود، خودش در جای قرار داده که نباید قرار بدهد. توجه داشته باشیم کسانی را به موقعیت ها، به ریاست، به مسئولیت برسانیم که اونها خودشان دنبال ریاست نیستن. سیره اهل بیت این بوده، سیره انبیایی بوده، سیره بندگان صالح خدا این بوده. وقتی می رفتن به اونا پیشنهاد می کردن بیا این مسئولیت بپذیر، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کردن، خودشان شایسته نمی دانستن. امروز بخشی از مشکلات جوامع اسلامی کشور ما این است که عده‌ای تشنه ریاستن، دنبال ریاستن. یکی از عوامل حرص همین مسئله ریاست طلبی هاست. بسیاری از مصیبت هایی که در تاریخ بشر و در تاریخ اسلام است نتیجه ریاست طلبی هاست. جنگ اول و دوم جهانی، تجاوز ابرقدرت ها در کشورهای مختلف، جنایت را که یزید و ابن سعد در کربلا مرتکب شدند، شهادت آقای امام حسین، اسارت اهل بیت، آتش زدن خیمه های امام حسین علیه السلام، این نتیجه ریاست طلبی بود. پس یکی از عوامل حرص میتواند قدرت طلبی ها باشد. به همین دلیل است که ما سفارش شدیم که باید از این وسوسه ها خودمان را محافظت کنیم. امید است که بتوانیم با این تذکرات در مقابل این رذیله اخلاقی مقاومت کنیم و برنامه داشته باشیم. نتیجهش اینه که اگر کسی گرفتار حرص شد هلاک می شود، واقعا نابود میشه. حالا نابودی گاهی جسم آدم نابود میشه، این مهم نیست، اما مهم این است که حقیقت ما نابود شود، آینده ما نابود شود. به همین دلیل از پیامبر بزرگوار اسلام سفارش داریم ایاکم و شوح فا انما هلک من کان قبلکم بشوح. خیلی
دنبال حرص نباشین، دنبال جمع مال نباشین، دنبال قدرت و ثروت و مقام نباشین. از اینا بپردازین، بپرهیزین. کسانی که هلاک شدن در این وادی ها قرار گرفتن، حرص بابت باعث زوال قناعت و سلب آسایش می شود. بعضی ها نمیتونن آرام زندگی کنن. دیدیم لحظه به لحظه دنبال حادثه هستن، دنبال جنایتن، دنبال فتنه هستن، برای که گرفتار حرصن، خودشان نمیتوانن قانع کنن. اگر انسان از این بلیه نجات پیدا کند، به همین خاطر آرامش نصیبش می شود. فرمودن انسان حریص دو خصلت دارد. یکی این که دیگه قانع نمی شود، وقتی حرص داره از قناعت محروم است، وقتی حرص داره از رضایت محروم است، به زندگی عادی راضی نمی شود. حرص باعث می شود عیوب انسان آشکار شود، زشتی های انسان نمایان شود. در مقابل اگر انسان اهل قناعت باشد، زشتی ها و ضعف های انسان مخفی میماند و انسان به سمت کمال و بزرگی کشانده می شود. اصول و ریشه کفر در روایات حرص است. همینی که عرض کردم، زیاده خواهی، استکبار است، برتری خواهی، حسادت است. از اون طرف اگر انسان حرص داشته باشد، قلبش ناآرام است. من سکن قلبه، اگر کسی قلبش گرفتار حرص شد ناآرام است. در مقابل اگر قلب از علم، از معرفت برخوردار شد، آرامش سراغ انسان می آید. یسیر المعرفه، کمترین معرفت باعث می شود انسان از حرص فاصله بگیرد و به سمت آرامش و طمأنینه حرکت کند. امید است که همه ما با استفاده از راهنمایی قرآن، از راهنمایی پیامبر و ائمه معصومین، از آرامش برخوردار باشیم و در مقابل این رذیله اخلاقی تسلیم نشویم. خدایا دلهامان با نور ایمان، با نور قرآن منور بگردان. فرج آقا و مولای من صاحب الزمان برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا فرما پیشه کردن سفارش میکنم با توجه به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات، روزی که مردم از دود استفاده نکنند، و همینطور به مناسبت
دهو الارض که انشالله در ادامه عرض میکنم، در خطبه دوم این بحث ها را از باب این که جایگاه نماز جمعه از اهمیت والا و بالای برخوردار است مطرح میکنم، بیشتر جنبه های در واقع آگاهی دهی کلی و کلان و حرکت در مسیر منافع جمعی و بزرگ انسانی است. رسالت نماز جمعه در حقیقت بیدار کردن است، هوشیار کردن است، برنامه ریزی در مقابل خطرات و توطئه های کلان است. روز 11 جوزا یعنی امروز که مصادف است با 21 و 31 می، روز جهانی بدون دخانیات نامیده شده، روز جهانی که مردم دیگه از دود استفاده نکنن، بدون دخانیات یک روزی را نامگذاری کردن یک در واقع روش است، یک برنامه است، یک سمبول است برای همه مردم. یک روزی را به این نام را نامگذاری کردن تا در مقابل پدیده اعتیاد که یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه بشری به حساب می رود، خانمانسوز است و ایرانگر است، همه کشورها مبتلا هستند، سالانه چندین میلیارد دلار از طریق اعتیاد به افغانستان و همین کشور فقیر ضربه وارد می شود. انشالله این بحث مطرح می کنیم، هم دوستانی که در نماز جمعه هستند، هم انشالله با سعی و تلاش عزیزان با استفاده از فضای مجازی از رسانه ها بتوانیم خدمتی به مردممان کرده باشیم، شاید بتوانیم منشه یک تحول شویم، پایان یک در واقع بیچارگی و دود و آلودگی و آغاز یک زندگی بدون مشکلات را بتوانیم برای مردممان و برای انسانها و افراد و در واقع هموطنانمان رقم زده باشیم. از این جهت است که من درباره اعتیاد و دخانیات نکات را عرض می کنم. مسئله اول، حتما دوستان که در نماز جمعه هستند موضوعات با همه عشق و علاقه دنبال می کنند. اسلام عقل را و گوهر عقل را به شدت احترام داره. همه رفتارهای فردی و اجتماعی انسان را در محوریت عقل می سنجد. جذابیت، خداگونگی، حرکت در مسیر سعادت، همه اینها برای آن است که انسان از عقل استفاده می کند. در جایی که حرکت انسان در اختیار عقل باشد، اون حرکت سالم است. حتی عبادت عاقل با غیر عاقل متفاوت است. این عقلی که ما او بده به رحمان خدا با او عبادت شده، عزیزان من، در روایات داریم طب و پزشکی هم این را ثابت کرده، تا بدن سالم نباشد عقل در بدن سالم است، در بدن ضعیف و آلوده و مریض عقل کامل نمی شود. عقل سالم، العقل السلیم فی البدن السلیم. خب حالا که این طوری است، مواد مخدر اولین اثرش نابودی سلامت ماست. حالا عرض میکنم، جان ما را، حقیقت ما را، عقل ما را تخریب میکند، اراده ما را، تصمیم ما را نابود میکند، غیرت ما را از بین میبرد.
آدمی را به مرگ زودرس گرفتار می کند. به همین دلیل است که برای که ما به این در واقع گودال ها و این چاله ها نیفتیم، باید متوجه باشیم مسئله استفاده از دود و دخانیات چقدر در جامعه مؤثره. از نسوار بگیرین، از سیکریت بگیرین، تا شیشه و تریاک و هیروئین، همه اینها گرفتاری است، همه اینها آلودگی است. از نظر شرعی انسانی که به خودش ضرر میزند حرام است. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتان با دست خودتان به هلاکت نیندازین. هلاکت گاهی به معنای فلاکت است. خب یک انسان معتاد مفلوک، بار خانواده، بار برادر، بار همسر، بار جامعه است. گاهی هم هلاکت به اعمال زشت است، دوز، انسان آلوده ای به گناه، به تجاوز، اون یک نوع هلاکت داره. اونی که خودش منفجر میکنه اون یک نوع هلاکت است. یک نوع هلاکت هم هلاکت است که مردم گرفتار اعتیاد میشود. پس ضرر به خودش است، ضرر به جامعه است. از این جهت در حرمت اعتیاد هیچ شکی نیست. اجازه بدین بیشتر توضیح بدم. انسانهایی که گرفتار اعتیاد می شوند، مواد مخدر جریان خون را در بعضی از نواحی و در بعضی از قسمتهای مغز مختل می کند. خون نمی رسد. اعتیاد بیداری را کم می کند. شما دیدین معتادا اکثرا خوابند، خواب را زیاد میکنه، انسان را از کارهای روزمره محروم میکنه. انسان گرفتار اعتیاد نمیتونه صبح راحت بلند بشه، نماز بخونه، سر کار بره، سر درس بره. اگر پزشک به مطب و مرکز درمان و معالجه برود، سلولهای مغز را معتاد میکنه، راکت میکنه. شما ببینید از ترشح آدروفین، یعنی همون حالتی که انسان احساس نشاط و احساس خوشی میکنه، انسان معتاد از اینا محرومه. ما اگر به این مسائل توجه نکنیم، رسالت نماز جمعه، رسالت منبر، رسالت تلویزیون و رسانه ها را ما در نظر نگرفتیم. به همین دلیل است که در مقابل این موضوعات باید جدی باشیم، هوشیار بشویم، مردم آگاه بکنیم. از این جهت این حرام است، یک نوع هلاکت است. از طرف دیگر مصرف باطل، اسراف، و آتی ذوالقربا حقه والمسکین و ابن السبیل، و باید پولا را در این راه خرج بکنیم، به اقواممان، به ارهاممان پول بدیم، به درمانده ها و آمانده ها کمک کنیم. ابن السبیل، ولا تبذر تبذیرا، اسراف نکنیم، تبذیر نکنیم. ای آقایی که پول به شیشه میده، پول به تریاک میده، پول به سیگار میده، پول به نسوار میده، اسرافه، حرامه، مهم نیست چه مرحله ایست. دین برنامه دارد. از اینا که بگذریم، اعتیاد فساد اجتماعی را در زندگی ها به وجود می آورد. یک انسان آلوده ده ها صد ها دیگری را آلوده می کند. همون گونه که ویروس کرونا را باید احتیاط کرد و او نزدیک نشد تا در جان ما، در زندگی ما رخنه نکنه، یک انسان معتاد دیگرها را آلوده می کند. من فرصت زیادی ندارم که اینا را از نظر دینی بررسی کنم. نوعی از خودکشی است، با این تفاوت که کشتن انسان یک مرحله‌ای که معروف است و خودکشی انتحار،
این دفعیست، اعتیاد مرگ تدریجیست. لا تقتلوا انفسکم شامل حال هر دو می شود، هم اونی که انتحار میکنه و انفجار میکنه و هم اونی که خودش معتاد میشود و دیگرها را آلوده میکند. از نظر شرعی اینها حرام است، از نظر اجتماعی عرض میکنم. کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به ضرورت کنترل استعمال دخانیات پی بردند، شفاخانه ها ساختن برای ترک استفاده از سکریت، مالیات ها را وضع کردن بر محصولات دخانیات، تبلیغات مستقیم از دخانیات ممنوع است، تبلیغات غیر مستقیم ممنوع است. به همین خاطر از مافیای مواد مخدر و دخانیات و بهانه های مختلف جلوگیری می شود و در کشورهاشان ایجاد کارخانه و مراکز تولید دخانیات ممنوع کردند. اما مع الاسف در افغانستان وضعیت خیلی خطرناک است. این بخش صحبت من بیشتر دقت کنین. خدا اونهایی را که افغانستان اشغال کردند در طول این چند سال، از روس‌ها گرفته، از انگلیسی‌ها گرفته، مخصوصاً از آمریکایی‌های خبیث، نتیجه این تجاوز و این اشغالگری یک فاجعه شد برای ملت افغانستان. در سال 2001 که ائتلاف نظامی به سرکردگی آمریکا در اکتبر سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کردند و در سال 2021 خلاصه مفتزهانه از کشور خارج شدن، 20 سال اینها در افغانستان بودن، نتیجه این 20 سال حضور از سایر منظرها را نمیگم، فقط از منظر اعتیاد. من نزدیک 55-56 سال عمرمه. ما 40 سال قبل در شهرها، در قریه ها معتاد نداشتیم، اما امروز ببینید وقتی دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل را ورق بزنیم، میگویند زمانی که آمریکایی‌ها در افغانستان حمله کردند در سال 2001، در کل افغانستان 8000 هکتار زمین، یعنی 40000 جریب زمین، مواد مخدر کشت میشد. 24 سال قبل، حالا 3 ساله که رفتن. اما وقتی آمریکایی ها آمدن در سال 2017، یعنی 16 سال بعد، زمین هایی که مواد مخدر کشت می شد رسید به 224000 هکتار، هر هکتار 5 جریب است، یعنی 1,120,000 جریب زمین رفت زیر کشت تریاک. این نتیجه این تجاوز است. 28 برابر زمین های ما رفت زیر کشت تریاک. نتیجه شده این یک جنایت است. واقعا حرکت را که انجام دادن حرکت حیوانی بود. امروز بر ماست، بر مردم ما است، بر فرهنگیان ما است، بر علما است، بر حکومت است تا این خطر را جدی بیان کنند و راه‌های مبارزه با این شوم و این خطر بزرگ را پیدا کنند و جوانان و نسل جدید ما را آگاهی بدن تا با برنامه ریزی انشاءالله این خطر و این حادثه هم مدیریت شود. خب فرصت کم است. در آستانه روز 25 ذی‌القعده ذی‌الحجه قرار داریم. روز 25 همین ماه که امروز 22 است، روز بیرون آمدن
زمین و گسترده شدن زمین از زیر آب یا روز دهو الارض است. سراسر زمین آب بود. در آموزه های دینی از این روز با ارزش و با فضیلت خیلی تکریم شده. دیگه فرصتم کم است. خداوند در دو جای قرآن مسئله دهو الارض را مطرح کرده است. بیرون آمدن زمین از زیر آب و آغاز خشکی که مکه معظمه اولین نقطه ای بود که از زیر آب بیرون آمد، همونطوری که ان ایام حاجی ها از مکه می روند به سمت عرفات و مشعر و منا، در دهو الارض مکه شروع کرد بیرون آمدن از داخل آب. به همین دلیل این روز روز با فضیلت است. در تفاصیل گسترده شدن زمین از زیر خدمت شما عرض بشه آب از نقطه مکه مطرح شده. و الارض بعد ذالک دهاها، سوره مبارکه نازعات. و الارض و ما تهاها، اون تهوم به معنای دهو است. علی کل حال در روایات داریم آقای امام صادق فرمود ان الله عز وجل ده الارض من تحت الکعبه، خداوند زمین را از زیر مکه بیرون کرد الی منا تا منا، ثم دهاها من منا الی عرفات، ثم دهاها من عرفات الی منا، فالارض من عرفات و عرفات من منا و منا من کعبه. خب انشاءالله که دوستا بعدن بحثا را اگر خواستن توجه کنن. علی کل حال این روزی با ارزش که روز 25 این ماه است، اعمال دارد، برنامه های دارد. می توانین هم از مفاتیح الجنان استفاده کنین، هم با نگاه کردن به خلاصه فضای مجازی استفاده کنین. اعمال این روز، ارزش این روز را انشالله پیدا کنین. و در روایات یکی از روزهایی که خیلی سفارش شده روزه گرفتن در همین روز است و ثواب زیادی برای این روز خدمت شما عرض میشه که در روایات برای عبادت و دعا و مناجات مخصوصا روزه گرفتن مطرح شده. دوستان انشالله بیشتر خودشان دنبال کنن. آخرین مطلب را که عرض میکنم به عنوان در واقع تذکر اجتماعی، در صحبت هایی که چند روز قبل آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری با رئیس جمهور کینیا در مورد افغانستان داشت، یک نکته ای را مطرح کرد. گفت که افغانستان سرزمین گورستان امپراتوری ها معروف شده، یعنی هر امپراتوری که در افغانستان حمله کرد وارد شد نابود شد. بعد یک بهانه آورد، یک عذر بدتر از گناه، گفت بسیار بعید است که افغان ها متحد شوند. در ادامه گفت که ما برای کنترل داعش دیگه نیاز نداریم در افغانستان از نزدیک حضور پیدا بکنیم، ما از راه دورم می توانیم به تعبیر خودش داعش کنترل بکنیم بدون این که وارد افغانستان بشیم. اینا همه شعاره، اینا همه فریبه، اینا همه تزویره. بعد شخصیت ها آمدن تحلیل کردن، گفتن بله خلاصه افغانستان گورستان امپراتوری هاست. عزیز من باید متوجه باشیم، درسته امپراتوری ها آمدن در افغانستان نابود شدن، روس ها آمدن نابود شدن، انگلیسی ها اینجا شکست خوردن، آمریکایی ها شکست خوردن، اما نتیجه رو ببین به افغانستان چی عاید شده. امروز افغانستان با این سرمایه عوامل عقب ماندگیش بررسی کنیم. اگر امپراتوری ها شکست خورده، امروز جامعه ما خیلی آسیب دیده. چرا زمینه جنگ، زمینه حمله امپراتوری ها
به افغانستان فراهم شود و اجازه داده شود. اگر اونا شکست خوردن بدرک، اما عامل عقب ماندگی کشور ما شدن. ما امروز چقدر صنعت داریم؟ نباید ما در کشور خودمان تولید داشته باشیم؟ ما باید همیشه تولید دیگران را استفاده کنیم؟ یکی از عوامل عقب ماندگی ماست اقتصاد ضعیف و ورشکسته‌ای که امروز مردم ما گرفتار است. نتیجه امین تجاوزات بود، فقر مزمن کشنده زمینگیر نتیجه امین تجاوزات بود، مهاجرت ها و آوارگی ها، این شقاق و نفاق ها، شکست های سیاسی. و امروز هم آثار این ظلم های بی پایان در افغانستان محسوس است. 3 سال است امارت در افغانستان وارد شده، حکومتش به رسمیت شناخته نمیشه. این نتیجه همین تجاوزات است. حضور گروه های افراطی، اینهایی که این همه به ما ضربه زدن، مساجد و وسائل نقلیه و مکاتب و خلاصه مراکز آموزشی ما را نابود کردن، اینها نتیجه همین تجاوزات بود. امروز فضای کشور ما در اشغال است. هواپیماهای بی سرنشین به اختیار خودشان در هر ولایت ما رفت آمد می کند. ما در قبال این جریان ها انتظار داریم وحدت ملی من انشالله مستحکم شود. ما امیدواریم تعامل مثبت با دنیا برقرار شود. ما امیدواریم صلح و آرامش برای همیشه در این کشور حاکمیت پیدا کند. زمینه درس و تعلیم و پیشرفت که این میتواند رشد اقتصاد و انکشاف و عزت و سربلندی مملکت را به دنبال داشته باشد در کشور ما انشالله آماده شود. اینها در یک مسیر و از یک مسیر ممکن است، و اون این که زمینه تجاوز هر امپراتوری و هر قدرت را در افغانستان باید مسدود کنیم. راهش وحدت است، راهش همدلی است، راهش خدمت صادقانه است و حمایت همه جانبه مردم است. به امید یک افغانستان آباد و با وحدت و با تأمین همه منافع و همه شرایط زندگی عزت من و آبرومند، خدایا فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. دشمنان اسلام، دشمنان ملت ما، دشمنان عزت ما، دشمنان پیشرفت ما نابود بفرما. دولت و ملت ما را در پناه قرآن و دستورات نجات بخش اسلام از همه مشکلات رهایی مرحمت فرما. حوائج همه ملتمسین در رأس وجود نازلین مولامان صاحب الزمان برآورده به خیر بگردان. عزیزانی که با حضورشان این سنگر را در سراسر کشور و در این پایگاه عزت و اقتدار یاری میکنند، عزت دنیا و آخرت روزی بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا.